صحبت میکنید در رابطه با خانم صدیقه عبدالله ادیب، رئیس شفاخانه رابعه بلخ. سلام، شما خوش آمدین. خانم ادیب، در آغاز میخوایم که در رابطه با این نشست علمی بیشتر بگین و اینکه اصلا خود عملیات های لایزری چی است بیشتر صحبت کنید در موردش. با عرض سلام و ادب خدمت بیننده های بسیار معزز ترو نیوز، عملیات های لاپاروسکوپیک یا عملیات های به صورت عام که عملیات های لیزری میگن، میتودهای عملیات است که هم به صورت باز، عملیاتی که به صورت باز صورت میگیره، این برعکس بدون از اینکه مریض یک جرحه کلان برش ایجاد شوه و یا اینکه مدت استی یا بودن در شفاخانه بسیار طولانی است، به صورت که عملیات های باز صورت بگیره. اما با این میتود عملیات های لاپاروسکوپیک در پالی ازی که هم از نظر ازی که استی یا بستر بودن مریض کوتاه میسازه، خطر بلیدنگ یا خونریزی را پیش مریضا کاهش میده و همچنان یکی از مزیت های بسیار خوبی از این عملیات هایی است که مریض مواجه با انتان نمیشه، یعنی در صورتی که بطن یک مریض بسته باشه و پروسیجر نزدیک صورت بگیره که مطمئنا انتان پیشش کمتر مداخله میکنه و به می خاطر است که مریض در صورتی که یک پروسیجر بسیار کلان پیش اجرا شوه بسیار زود میتونه که دوباره به کار و زندگی نرمال خود باز بگرده و مدت استراحتش بسیار کوتاه خواهد. این نشست علمی که شما برگزار کرده بودین در رابطه با عملیات های لایزری به چه هدف بود و به چه نتیجه رسیدین؟ نشست را که خود انجمن نسای ولادی افسوک و همچنان شفخانه ساین رایز و لابراتوار شفاجو یک ابتکار بسیار خوبی را به خرج داده بودن، با ایجاد همچی ورکشاپ ها یک زمینه ساز است به ای که دکتر سیبای نسای ولادی و کترهای بسیار خوبه که ما در داخل افغانستان داریم، اینا تشویق میشن به ای که خود آماده بسازن به ای که با میتودهای جدید و مدرن نسای ولادی و همچنان در تمام بخش ها که خصوصا ای مربوط بخش جراحی هایی که در قسمت اوصله یا پلویک مادر صورت میگیره مختص به ای اختصاص داده شده بود و ما داریم کترهای بسیار خوب، دکترهای بسیار ورزیده نسای ولادی در داخل کشور که اینا تانستن ظرفیت خود در حال حاضر که میتونن انجام بدن عملیات لایزری را. یعنی تعدادشان انگشت شمار نیست، زیادتر است اما با او حدی هم نیست که بسیار عظیم باشن. بسیاری از دکتر سیبای ما تانستن که با استفاده از بورس هایی که وزارت محترم ساعت آمد اختیارشان گذاشته رفتن به بیرون از کشور و در این قسمت تانستن که مهارت های بسیار خوبی را کسب کنن که در تمام شفاخانه های دولتی و همچنان در بخش خصوصی ما دکتر سیبا و متخصصین را داریم، اما نسبت نداشتن امکانات در تمام شفاخانه های دولتی فعلا نمیشه که می پروسیجر به صورت عام صورت بگیره. اما ما امیدوار هستم و بسیار خوشبین بایستم که بخش خصوصی سرمایه گذاری هایی که در قسمت صورت میگیره میتونه که هموطنهای ما را، یعنی که در تمام کشورهای جهان تنها دولت یا حکومت نمیتونه که تمام مشکلات صحی جامعه را خصوصا در بخش صحت ایرا مرفوع بسازه، به او خاطر همکاری بخش خصوصی با دولت میتونه که یک خیلی موثر باشه. بله، خیلی موثر واقع شوه و بتونه هموطنهای ما از رفتن به بیرون کشور به خاطر عملیات هایی که مثلا بسیاری سفرهایی که به منظور تداوی صورت میگیره به خاطر یک عملیاتی که بسیار پروسیجر ساده است و ما کادرهای بسیار خوب داریم در داخل کشور میتونید انجام بدن و اونا ناگزیر هستن که به پاکستان یا به هندوستان سفر کنند. اصلا ما میخواییم بدانیم که چند سال است که از عملیات لایزری در کشورهای دیگه کاربرد داره و استفاده میشه که قرار است افغانستان هم این بیشتر گسترش پیدا کنه؟ در کشورهای دیگه یک تاریخچه بسیار طولانی داره، یعنی مدت بیشتر از یک دهه میشه که در دیگه کشورها استفاده میشه، اما با تاسف در افغانستان چون یک کشور در حالت جنگ قرار داره تا حال دیده شده در عملیات لایزر خیلی از عملیات باز بهتر بوده در مواردش اگر بیشتر با جزئیات مطمئنا بپردازیم. مطمئنا تحقیقاتی که در رابطه صورت گرفته نشان میده که عملیات هایی که به صورت لاپاروسکوپیک صورت میگیره مزیت های خود داره اما در پولی از او خالی از اختلالات هم نیست. میخوام بپردازیم به این اختلالات و اینکه با کدام بخش های بدن عملیات لایزری صورت میگیره؟ آیا تمام مثلا اعضای بدن میتونه تحت عملیات های لاپاروسکوپی در تمام احشای بطنی عملیات ها صورت میگیره؟ اما مزیت بسیار خوبه که داره در بخش نسایی یا بخش گاینکولوژی پیش خانما این بسیار خوب نتیجه میده که هم برای تشخیص و هم برای تداوی، یعنی که در کشور عزیز ما افغانستان فعلا یکی از مشکلات بسیار عمده خانواده اقامت یا نداشتن اولاد در بعض فامیل هاست که این در صورتی که از استرس
اندوسکوپ یا لپاروسکوپ استفاده شود. از استروسکوپ هم به حیث یک آله بسیار خوبه که میتونن تشخیص پیش خانم صورت بگیره که خوشبختانه در شفاخانه عملا در شفاخانه رابی بلخی، در شفاخانه استقلال، در شفاخانه ملالای عملا صورت میگیره، اما به منظور تداوی بیشتر، به منظور تشخیص. و ما خوشبین به ایستم که در آینده بسیار نزدیک کادرهای بسیار خوبی که داریم بتونن در قسمت تداوی نیز از این استفاده کنن. چون پرداختین به خانم ها که در قسمت نسای ولایدی چقدر مشکلات دارند و همچنان ما مرگ و میر مادران زیاد داریم، در این بخش اشاره بکنین که این عملیات چقدر میتونه تهدید کمتر بکنه؟ خب در قسمت مرگ و میر مادران با تاسف افغانستان یک کشور است با جغرافیای بسیار مغلق، یعنی که مرگ و میر مادران و موجودیت عملیات های لپاروسکوپیک یعنی مستقیما متناسب با تعداد مرگ و میر مادران نیست، یعنی که یک عملیات بسیار حیاتی نیست. مرگ و میر مادران در افغانستان از سبب بلند است که خصوصا ما تنها شهرها را نمی اندیشیم. افغانستان یک کشور کوهستانی با داشتن ولایت های متعدد و همچنان ولسوالی های بسیار دور افتاده و با تاسف جنگی که در بسیاری از ولایت ها جریان داره، این باعث از این میشه که خانم ها دسترسی به امکانات بسیار ابتدایی صحی نداشته باشند که بدبختانه ما از این آیه بیشتر رنج میبریم. اگر بر بگردیم به مسئله دیگه که در قسمت تشخیص و تداوی امراضی که یعنی ای که زیادتر باعث از این نمیشه که خدای نخواسته خانم ها جان خود از دست بدن، که هم اگر خب روی امی دلیل است شاید که در افغانستان بعد از یک دهه هم انوز اما عملیات لایزری در مورد خانم ها در بحث بارداریشان و حملشان و اینکه میخواین که بله. وضع هم بکنن میتونه که تاثیر مثبتتری داشته باشه یا خطرش کمتر بکنه؟ نه خیر، در قسمت ولادی از این عملیات ها اصلا استفاده نمیشه، چرا که جراحی بسیار عامه که برای کمک برای یک مادر صورت میگیره، یعنی بحث سیزارین است. سیزارین عملیات است که باید اوپن سرجری یا جراحی باز است و این توسط لپاروسکوپ صورت نمیگیره. اما در قسمت نسایی که گفتیم خانم ها بسیار از این رنج میبرن، این میتونه که بسیار مفید برشان باشه و در صورتی که اگر بخش خصوصی و همچنان وزارت محترم صحت عامه در توهمیت با بخش خصوصی در تمام شفاخانه های دولتی اگر به صورت مجانی این پروسیجرها را در اختیار مریضا قرار بدن، در صورت نتایج بسیار خوب و بهتری را خانواده محترم به دست میارن. وزارت صحت عامه چقدر از این اقدام شما همچنان پشتیبانی کردن و قرار است همکاری هایی داشته باشند برای اینکه عملیات لایزری بیشتر حمایت بشه و در مناطق مختلف افغانستان گسترش پیدا بکنه؟ اولویت وزارت محترم صحت عامه کاهش مرگ و میر مادر هاست که این با مو بسته خدمات صحی که بی پی اچ اس و همچنان بسته خدمات سی ای پی اچ اس یا خدمات شفاخانه ای که در اولویت با تاسف در اولویت برنامه های سی وزارت صحت عامه بخش عملیات های لپاروسکوپی قرار ندارد، چرا که قبلا مثل که اشاره کردم فعلا افغانستان با یک رقم بسیار بلندی از مرگ و میر مادر ها مواجه است که اولویت وزارت صحت عامه است که با مرگ و میر مادرها کاهش مبارزه جدی صورت بگیره و بتانن که مرگ و میر مادرها را کاهش بتن که خوشبختانه در این راستا وزارت محترم صحت عامه دستاوردهای بسیار خوبی را داشته. و برمیگردیم در بخش عملیات های لپاروسکوپی و یا اقدامات فوق تخصصی که مربوط میشه به ای پی اچ اس که خوشبختانه در این قسمت هم وزارت محترم صحت عامه ریاست محترم طب مالجوی اقدامات به موقع خود داشتن و تلاش به این دارن تا اینکه شفاخانه هایی که شفاخانه های دولتی در بخش فوق تخصصی نیز یا خدمات سالیسی شفاخانه ای اقدامات را داشتن و خوشبختانه در بسیاری از شفاخانه ها فعلا شروع شده اقدامات روی دست است تا اینکه بتانن خدمات فوق تخصصی نیز ارائه کنند. و اینکه تفاوت هزینه در عملیات لایزری با باز چقدر زیاد است؟ تفاوت هزینه حتما وجود دارد، چرا که ماشینی که ایجاب میکنه تا ای که عملیات لپاروسکوپی با او صورت بگیره یعنی قیمت گزاف داره و در عملیات های خوشبختانه در کشور عزیز ما افغانستان فعلا در تمام شفاخانه های دولتی ما کادرهای بسیار خوبی در قسمت نسای ولادی داریم که الحمدلله عملیات های فوق تخصصی رو به صورت باز موفقانه انجام میتن، اما در صورتی که اگر امکانات باشه و بخش عملیات های لپاروسکوپی هم در تمام شفاخانه آغاز شود، در اینجا هم مطمئنه در هزینه
استفاده از این هم خب نظر به قانون اساسی کشور خدمات فریست یعنی به صورت مجانی عرضه میشه. به او خاطر اگر در شفاخانه های دولتی این خدمات به صورت مجانی اگر عرضه شوه، خب این یکی از دستاوردهای بسیار خوب به وزارت محترم سرتامه بوده میتونه و مردم از رفتن به کشورهای بیرون بی‌نیاز میشه. ممنون از شما صدیقه عبدالله ادیب، رئیس شفاخانه ای رابه بلخی.